همزمان با سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا واشنگتن از یک دیپلمات ونزوئلایی خواست خاک آمریکا را ترک کند شبکه های تلویزیونی آمریکایی هم این سفر را با القای نگرانی به مخاطبان خود پیگیری می کنند. هنوز پای رئیس جمهور ایران به فرودگاه کاراکاس نرسیده که آمریکا کنسول ونزوئلا در میامی رو به دلیل واهی عنصر نامطلوب خواند دلایلی که اگر واقعی بود باید سه سال پیش مطرح می شدند. اما نزدیکی هرچه بیشتر ونزوئلا با ایران ظاهرا کاسه صبر واشنگتن را پر کرده است این موضوع پس از اون مطرح شد که بر اساس گزارش یک شبکه تلویزیونی مستقر در شهر میامی این دیپلمات ونزوئلایی به نقش داشتن در طرح سال 2008 دانشجویان یک دانشگاه مکزیک برای حملات سایبری با آمریکا متهم شده است. ونزوئلا اتهام آمریکا را رد و آن را سناریو سازی و دروغین خواند است آمریکا حتی به سفیر جدید ونزوئلا اجازه ورود به واشنگتن را نداد است تا ونزوئلا که نزدیکترین متحد ایران در بیخ گوش آمریکا است بیشتر تحت فشار قرار گیرد سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به کشورهای همسایه آمریکا که اکنون هر کدام مستقل از آمریکا تصمیمی میگیرند و عمل می کنند برای آمریکایی‌ها طوری قابل توجه بود که برخی از رسانه های آمریکایی پیش از رسیدن آقای احمدی نژاد به ونزوئلا به بینندگانشان قول داده بودند به طور زندانها را در جریان گزارش لحظه ورود هیئت ایرانی به ونزوئلا قرار دهند.